هرچه این طور است بهتر از جناب احمد ابن اسحاق قمی در این مورد سوال کنیم. نظر شما چه؟ آری خوب است. جناب احمد ابن اسحاق قمی از خواص حضرت امام نقی مباشر. ایشان بهتر می دانند. اصلا چند وقتی از ایشان خبری نداریم. هم صله رحمی کرده ایم هم در مورد سوال ما از ایشان می پرسیم. بهتر است برویم. خانه احمد ابن اسحاق برویم. حال اگر اجازه دهید دقل باب کنم. دقل باب کنید. چه کسی پشت در دقل باب میکنم؟ محمد ابن ابی علا و یحیی ابن جریح بغدادی هستم. با مولایت احمد ابن اسحاق قمی کار داشتیم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. مولای مشغول غسل عید می باشد. غسل عید؟ جناب یحیی این دیگر چگونه عیدی است؟ مگر اعیاد مسلمین 4 روز نیست؟ آری، عید فطر، عید قدیر، عید قربان و جمعه. غلام، از سرورت درخواست کن که ما پیش او بیاییم. آری، کمی صبر بفرمایید. جناب یحیی، آخر امروز چگونه عیدیست؟ نه عید فطر است، نه قدیر، نه قربان، نه جمعه. ما هم نمیدانیم. شاید عید جدیدی است، تازگی دارد برای ما. آری عیدی دیگری است. غسل عید میکنن احمد ابن اسحاق. باید از ایشان در مورد این مسئله حتما سوالی بکنیم. آری، احمد ابن اسحاق کسی نیست که بیهوده سخن بگوید. آری، ایشان صادق و درستکار است. حتما دلیل محکمی برای این مسئله. مولایم اجازه دادم بفرمایید داخل شوید. داخل شوید. بفرمایید. داخل شوید. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید داخل شوید. یا الله. مولایم اکنون می آید. یا الله سلام علیکم. یا الله سلام علیکم. بویت رو گلاب همه خانه را برداشته است. ظاهرن که در این مکان عید است. آری، مگر نشنیدی؟ میگوید امروز عید است. آری، عجب عیدی است. خانه را زیبا کرده. حداقل در این مکان عید است. آری، سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. قرمز؟
خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا الله فضل باس كزارة فضل ويست ای ابن اسحاق، شما را چه می شود؟ تا کنون شما را این گونه ندیده بودیم. آری، این گونه سرخوش و شادان با این جامعه قرمز. آری برادران، بر هر شیعه مرتضی علی واجب است که امروز را غسل کند و به جشن شادی بپردازد. ای احمد ابن اسحاق، امروز چگونه عیدیست؟ نه عید فطر است، نه عید قربان، نه قدیر است و نه جمعه. آری، درست میگویید، هیچ کدام از این اعیاد نیست. اما روز نهم ربیع الاول است، یعنی قدیر ثانی است. قدیر ثانی؟ قدیر ثانی؟ آخر چگونه عیدی است قدیر ثانی؟ بگذارید تا برایتان بگویم که قدیر ثانی چیست. روزی با جمعی از دوستان نزد مولایم امام حسن عسکری مشرف شدیم. دیدم که مولایم با دست مبارک عود بر آتش می‌ریزد و بر تن کنیزکان و غلامان خیش جامه‌های فاخر پوشانده است، حتی بر تن اهل بیت خود. عرض کردم یبن رسول الله، پدران و مادرانمان فدای شما باد. آیا امروز برای شما شادمانی تازه‌ای رخ داده است که چنین شاد هستید؟ ایشان فرمودند کدام روز حرمتش نزد اهل بیت عظیم‌تر از این روز است؟ من گفتم نمی‌دانم، شما بهتر می‌دانید. ایشان فرمودند به درستی که خبر داد پدرم از حذیفه ابن یمان در روز نهم ربیع الاول خدمت جدن رسول الله رسیدم. الله، امروز شما را شادام میبینم، چه شده است؟ از همیشه بیشتر بر حسن این مهربانی میکنید. چرا نباشم؟ برکت و سعادت این روز بر شما گوارا باد. به درستی که این روز روزی است که حق تعالی در این روز دشمن شما را هلاک می‌فرماید و در این روز دعای زهرای مرضیه را مستجاب کرده و او را خوشنود می‌سازد. یا رسول الله، مگر امروز چه روزی است؟ این روز
روزی است که حق تعالی در این روز اعمال محبان و شیعیان علی را قبول می‌فرماید و در این روز صدق و درستی گفته خدا ظاهر می‌شود. کدام کلام وحی یا نبی الله؟ امروز روزی است که شوکت دشمنان من و یاری کننده دشمن شما شکسته می شود. شادی کنید که در این روز فرعون اهل بیت من و ستم کننده بر ایشان و غصب کننده حق ایشان هلاک می شود. ای رسول خدا، مگر در این امت کسی پیدا می شود که حرمت و قداست شما را بشکند؟ ای حذیفه، آری بتیست از منافقان که بر ایشان رهبری خواهد کرد و در میان ایشان ریاست می کند و مردم را به سوی خود دعوت می کند و تازیانه ظلم و ستم را بر دوش خود می کشد و مردم را از راه خدا منع کرده کتاب خدا را تحریف می کند، سنت مرا تغییر می دهد و میراث فاطمه را متصرف خواهد شد و در آخر خود را پیشوای مردم خواهد خواند و بر برادر و وصی من مفاخره خواهد کرد و او را به دروغ متهم خواهد نمود و فاطمه او را نفرین خواهد کرد و خداوند نفرین او را در این روز مستجاب خواهد کرد و این روز روز قدیر ثانی است. یا رسول الله، چرا همکنون دعا نمی کنی که حق تعالی او را در حیات شما هلاک گرداند؟ ای حذیفه، دوست ندارم جرأت کنم قضای خدا را تغییر دهم. آری دوستان، تا حضرت رسول به شهادت رسیدم و زمان امیرالمؤمنین به حقیقت پیوست و ابولولو آن شیرمرد ایرانی آن کار بزرگ را انجام داد. آری یا احمد ابن اسحاق، آیا از مولای من فاروق اعظم امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این مورد حدیثی شنیده اید؟ آری، جناب حذیفه ابن یمان خدمت مولایم صدیق اکبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسیدند و عرض کردند یا مولا، در مورد امروز و این روز آیا نامی هم وجود دارد؟ ایشان فرمودند: ای حذیفه، به خدا سوگند این روز روزی است که حق تعالی در آن دیده آل رسول را روشن می‌گرداند. اما در مورد اسم این روز، من برای این روز 72 نام می‌دانم. در جواب ایشان حذیفه گفت: 72 نام؟ یا امیر المومنین، می خواهم این نام ها را بدانم و از زبان شما بشنوم. می خواهم این نام ها را بدانم و از شما بشنوم. حضرت فرمودند: این روز
روز استراحت مؤمنان است، زیرا از شر آن منافق استراحت یافتند. روز قدیر دوم است، روز تخفیف گناهان شیعیان است، روز عافیت است، روز برکت است، روز طلب خونهای مؤمنان است، روز عید بزرگ خداست، روز مستجاب شدن دعاست، روز کندن جامه سیاه است، روز ندامت ظالم است، روز شکسته شدن شوکت مخالفان است، روز فرج امام است، روز توبه است، روز انابه به سوی خداست، روز فطر دوم است، روز اندوه یاغیان است، روز گره خوردن آب دهان در گلوی مخالفان است، روز خوشنودی مؤمنان است، روز عید اهل بیت است، روز قتل منافق است، روز قهر بر دشمن است، روز خراب شدن بنیان زلالت است، روزی که ظالم انگشت ندامت به دندان می گیرد، روز خنک شدن دلهای مؤمنان است، روز توفیق اهل ایمان، روز رهایی مؤمنان از شر کافران است، روز شکر حق تعالی است، روز یاری مظلومان است، روز فاش کردن رازهاست، روز برطرف شدن بدعت هاست، روز ندا کردن به حق است، روز موعظه و نصیحت است، روز انقیاد پیشوایان دین است. حال دوستان متوجه شدید که قدیر ثانی چیست؟ پس برخیزید و خود را مهیای جشن و سرور کنید و به منزل بروید و غسل روز عید کنید و به دوستان بگویید که امروز روز قدیر ثانی است. یبن اسحاق، هم دو سپاس می کنم خدای بلند مرتبه را که تو را برای ما برانگیخت تا ما بتوانی فضیلت این روز را بدانیم. دست خدا و نفس پیامبر فقط علی است، شمشیر و شیر خالق اکبر فقط علی است، بعد از نبی به امر خدا بند ذوالجلال، ما را امام و هادی و سرور فقط علی. دست خدا و نفس پیامبر فقط علی است، شمشیر و شیر خالق اکبر فقط علی است، بعد از نبی به امر خدا بند ذوالجلال، ما را امام و هادی و سرور فقط علی. مولا مولا یا علی جانم، 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 مولا مولا یا علی جانم. دست خدا و نفس پیامبر فقط علی است، شمشیر و شیر خالق اکبر فقط علی است، بعد از نبی به امر خدا بند ذوالجلال، ما را امام و هادی و سرور